سلام، علی حبیب نیا هستم، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک و در این ویدیو قصد دارم به معرفی دوره معاملات الگوریتمی در محیط پایتون بپردازم. در این دوره ما سعی می‌کنیم مروری داشته باشیم بر مهمترین مفاهیمی که در حوزه معاملات الگوریتمی مطرح است و یاد بگیریم به چه صورت با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون این مفاهیم رو پیاده سازی و اجرا بکنیم. در ابتدا سعی می‌کنیم مفاهیم کلیدی و پایه‌ای رو که در حوزه ترید و الگوریتمیک تریدینگ هستش با هم مرور بکنیم. یک مروری داشته باشیم بر بازارهای مختلف مالی، بازار سهام، بازار جفت ارزها یا FX مارکت، بازار کریپتو و کامودیتی و شباهت‌ها و تفاوت‌های این اکسچنج‌ها و بازارها رو با هم مرور بکنیم و همچنین مروری داشته باشیم بر مفاهیمی همچون دی تریدینگ، های فرکانسی تریدینگ و اینکه ما به چه صورت میتونیم سفارشات خودمون رو در این بازارها ثبت و مدیریت بکنیم. از اونجایی که قصد داریم تمامی مراحل در زبان برنامه‌نویسی پایتون انجام بشه، سعی می‌کنیم یاد بگیریم مفاهیم پایه‌ای در خصوص برنامه‌نویسی در محیط پایتون رو کتابخونه‌ها یا لایبرری‌هایی که برای کارهای اولیه ما لازم هست که یاد بگیریم و در ادامه کتابخونه‌های تخصصی که برای مفاهیمی مثل الگوریتمیک تریدینگ و موضوعات مرتبط که قرار هست بررسی بکنیم، مثل روش‌های تحلیل سری‌های زمانی مالی و روش‌های یادگیری ماشینی رو در محیط پایتون یاد می‌گیریم. و از اونجایی که احتمالاً شرکت کنندگان در این دوره ممکن هستش که تجربه برنامه‌نویسی یا حتی تجربه معاملاتشون در بازار مالی با هم متفاوت باشه، در ابتدا سعی می‌کنیم که حتماً یک مروری بر مفاهیم ابتدایی و اساسی داشته باشیم تا مطمئن بشیم که مفاهیم پیشرفته تر برای همه دوستان قابل درک و قابل اجرا هستش. سعی میکنیم یاد بگیریم به چه صورت برای بازارهای مختلف داده ها رو از منابع مختلف مثل API بروکرها که این بروکرها میتونن در بازارهای مختلف مثل بازار سهام، بازار کریپتو و بازار FX باشن رو یاد بگیریم. داده ها و اطلاعاتی رو که لازم داریم برای تحلیلمون، برای شکل دهی استراتژی هامون و در نهایت ثبت سفارشات و مدیریت سفارشاتمون رو وارد محیط پایتون بکنیم. به علاوه سعی میکنیم که یاد بگیریم چطور داده ها رو از صفحات وب، از سورس های رایگان یا از در از API های دیگه که میتونه با ما کمک بکنه برای جمع‌آوری پردیکتورها و داده های لازم یاد بگیریم. و در نهایت یاد میگیریم که قبل از اینی که بخوایم یک استراتژی یا یک پارادایم رو دیولپ بکنیم، این داده ها رو آماده بکنیم، ویژوالایز بکنیم یا به نوعی سعی بکنیم که اینها رو به نمایش در بیاریم و از نگاه کردن به داده ها و اطلاعاتی که از این داده ها میگیریم سعی میکنیم به یک سری مفاهیم اولیه و تحلیل های اولیه برسیم. یک سری داده ها هستن که ما حتما سعی میکنیم در این دوره بهش بپردازیم. من اینها رو به اسم alternative data در نظر گرفتم، داده هایی که در سالهای اخیر وارد بازارهای مالی شدن، مثل داده هایی که از سوشال میدیا میاد و از نیوز میاد، داده های تکستوال هستن که روز به روز دارن کاربردشون رو در بازارهای مالی باز میکنن. تحلیل سنتیمنت رو ما داریم، پردیکتورها یا ایندیکیتورهایی که با استفاده از این داده ها تعریف میشن و بعدا در استراتژی های ما میتونن استفاده بشن. همچنین سعی میکنیم با داده های آلترنتیو دیگه‌ای مثل داده های لیمیت اوردر بوک آشنا بشیم، همون به اصطلاح صفحه های خرید و فروش، و سعی بکنیم که این داده ها رو هم برای تحلیل ها و استراتژی های خودمون در نظر بگیریم، جمع آوری بکنیم و مدل بکنیم. و یک سری داده های دیگه‌ای که باز میتونه از گوگل ترند ها یا از به اصطلاح صفحات وب خونده بشه و در نهایت
ما میتونیم بررسی بکنیم که آیا اون داده ها میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه استراتژی پرسودتری و به اصطلاح روباستر رو داشته باشیم یا نه. در ادامه بعد از اینکه یاد گرفتیم داده ها رو وارد محیط پایتون بکنیم، اینها رو آماده بکنیم، ویژوالایز بکنیم، یاد میگیریم یک چیزی تقریبا شبیه پلتفرم هایی که ممکنه شما باهاش آشنا باشید یا کار کرده باشید، مثل پلتفرم هایی مثل بلومبرگ، متا تریدر و پلتفرم هایی که در حوزه کریپتو هستش، رو شبیه اون چارت ها و نمودار ها و تحلیل ها رو ما در محیط پایتون بتونیم شبیه سازی بکنیم که در نهایت تمامی مراحل رو در محیط پایتون انجام بدیم. مزایای خیلی زیادی داره اگر بتونیم تمامی مراحل معاملات الگوریتمی رو در یک محیط برنامه نویسی انجام بدیم. در ادامه توضیح میدم که یک سری بهینه سازی های اپتیمایزیشن های سنگین تر رو نیاز هستش که ما انجام بدیم، یا یک سری الگوریتم ها و استراتژی های هستش که برای این که ما بتونیم اینها رو اپتیمایز بکنیم نیاز داریم که بتونیم از یک زبان برنامه نویسی مناسب و یک محیط برنامه نویسی مناسب مثل پایتون استفاده بکنیم. در ادامه مروری میکنیم بر پارادایم ها و استراتژی های مختلفی که در حوزه معاملات الگوریتمی قابل تعریف است. بعضی از این استراتژی ها ممکن استش که خیلی ساده باشن، بعضی هاشون مرتبط هستش با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال و سعی میکنیم که یاد بگیریم چطور این ایندیکیتورها و ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال داریم رو بیایم و اپتیمایز بکنیم، متوجه بشیم که کدوم یکی از اینها و به چه شکل باید با هم ترکیب بشن و متناسب با هدف سرمایه گذاریمون سعی بکنیم که یک استراتژی رو بهینه‌یابی بکنیم. استراتژی هایی که ما داریم محدود به تحلیل تکنیکال نمیشه. بعضی از این روش ها روش هایی هستش که از استاتستیکال آربیتراژ مثل پرس تریدینگ میاد، بعضی از اینها استراتژی های خاص های فریکونسی تریدینگ هستش، بعضی از اینها مبتنی بر ماشین لرنینگ هستش یا دیپ لرنینگ هست. سعی میکنیم که یاد بگیریم حداقل مفاهیم پایه‌ای رو که مرتبط با فاینانشال اکونومتریکس و فاینانشال تایم سریز انالیزس هستش، تحلیل سری زمانی مالی، تحلیل یا اختصاص سنجی مالی، برای اینی که بتونیم یک سری پیش بینی ها و یک سری در اصل مدل سازی هایی که میتونه رابطه علت و معلولی بین متغیرها رو مشخص بکنه رو با هم مرور میکنیم و در محیط پایتون پیاده سازی میکنیم. در مرحله بعد از روش های ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ استفاده میکنیم برای توسعه بعضی از روش ها. صرفا ما قصدمون پیش بینی نیست، یک سری از بهینه یابی ها ممکن هستش بر اساس یک سری رول ها و قواعدی باشه، اما پیدا کردن اون قواعد بهینه هم نیاز داره که ما بتونیم استفاده بکنیم از روش های هوش مصنوعی برای اینکه بتونیم با دقت و سرعت بالاتری برای یک سری داده های حجیمتر و بزرگتری بتونیم تحلیل دقیقتری رو داشته باشیم. انشالله که میتونیم فرصت داشته باشیم یک سری از استراتژی های پیشرفته تر مبتنی بر سنتیمنت انالیزز و مبتنی بر روش های پیشرفته تر ریاضی رو و ماشین لرنینگ رو با هم مرور بکنیم. و من در کنار دوره سعی میکنم منابع و در اصل مطالبی که برای تکمیل مباحثی که شاید تا حدی پیشرفته تر باشن و در طی دوره نتونیم که کامل اونها رو بررسی بکنیم در اختیار شما قرار بدم. یک پلتفرم دیگه هستش که این پلتفرم رو در طی دوره من در اختیار شما قرار میدم. 6 ماه میتونید به این پلتفرم دسترسی داشته باشید. در اون پلتفرم شما میتونید در یک محیط اینتراکتیو بعضی از مباحثی که مرتبط با زبان برنامه‌نویسی پایتون، ماشین لرنینگ، استاتستیکال انالیزز و فاینانشال انالیزز هستش رو تمرین و مرور بکنید که به شما کمک میکنه که در کل بتونید اون مباحثی که پایه‌ای‌تر هست و در نهایت لازم هستش که شما حتما یاد بگیرید رو در کنار دوره بتونید تمرین بکنید و بتونید تقویت بکنید.
بعد از اینکه ما پارادایم ها و استراتژی های مختلف رو با هم بررسی کردیم، سعی میکنیم یک سری از ابزارهایی که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ارزیابی بکنیم و بک تست بکنیم استراتژی های خودمون رو با هم مرور بکنیم. بک تستینگ یک مفهوم خیلی مهم هستش و نیاز هستش که یک سری ظرافت ها رو ما بهش اضافه بکنیم برای اینکه بتونیم یک استراتژی به اصطلاح پایدارتر، روباستری داشته باشیم و استراتژی ما در اصل صرفاً مبتنی بر داده هایی که ما در اختیار مدل قرار دادیم نباشه و بتونه تا حدی داده هایی که حتی اتفاق نیفتاده رو هم در نظر بگیره. روی بحث بک تستینگ، فوروارد تستینگ و در کل اپتیمایزیشن هایی که برای ارزیابی استراتژی های یا استراتژی ها و روش های معاملات الگوریتمی هستش، حتما سعی میکنیم که یک سری روش هایی رو که ادوانس تر هستن با هم مرور بکنیم و در نهایت لایف تستینگ رو هم داشته باشیم که بتونیم این مراحل رو از ابتدا تا انتها که ثبت سفارش و مدیریت سفارش هستش رو هم با هم بررسی بکنیم. یکی از موضوعاتی که معمولاً در معاملات الگوریتمی خیلی مهم هست ولی ممکن هستش که اهمیت کمتری بهش داده بشه، بحث order execution و management هستش. صرف این که ما پیشبینی خوبی از آینده داشته باشیم با استفاده از روش‌های سری زمانی یا ماشین لرنینگ یا روش‌های تحلیل تکنیکال، این منجر به یک سرمایه‌گذاری سودآور نمیشه. ما باید متناسب با داینامیک بازار، متناسب با اون عرضه و تقاضایی که در بازار داره به صورت لحظه‌ای اتفاق میفته یا حتی میلی سکند، بتونیم در اصل اون سفارشات خودمون رو بهینه بکنیم، اگر نیاز هستش اصلاح بکنیم و به نوعی اون موفقیت سرمایه گذاری ما علاوه بر استراتژی ما به نحوی که ما سفارشات رو ثبت و مدیریت میکنیم هم بسیار وابسته هست، که ما سعی میکنیم در این دوره حتما مفاهیمی که در خصوص order execution و management هستش رو هم با هم مرور بکنیم. سیلابس این دوره رو حتما در اختیار دوستان قرار خواهیم داد که جزئیات بیشتر رو بتونن ببینن و اگر لازم هستش که یا سوالی داشتن یا ابهامی بود، حتما خوشحال میشم که بتونم به پرسش ها و ابهامات پاسخ بدم. در انتها ما سعی میکنیم که این اکزیکیوشن و پیاده سازی استراتژی های خودمون رو حداقل در 3 بازار مختلف توسط 3 پلتفرم مختلف پیاده سازی بکنیم. در نظر گرفتم برای بازار کریپتو با توجه به اینکه بایننس شاید متداول تر باشه، در پلتفرم بایننس ما بتونیم این ثبت سفارشات رو انجام بدیم. این به این معنا نیستش که ما نیاز داریم که پلتفرم بایننس رو باز بکنیم و در داخل اون پلتفرم این سفارشات رو انجام بدیم. منظور بر این هستش که ما بتونیم نرم افزار پایتون یا زبان برنامه‌نویسی پایتون رو به API این بروکر وصل بکنیم و همونطوری که اطلاعات رو از این بروکر دریافت می‌کنیم، بتونیم توسط اون برنامه‌ای که نوشتیم اطلاعات رو به بروکر منتقل بکنیم و پورتفوی خودمون رو مدیریت بکنیم، سفارش جدید ثبت بکنیم و اگر نیاز هستش سفارشاتمون رو اصلاح بکنیم یا کنسل بکنیم. برای بازار فارکس باز به همین صورت آی جی رو در نظر گرفتم، برای ایکویتی مارکت یا استاک مارکت تینکور سویم هستش. ولی وقتی ما عملا با 2-3 تا از این پلتفرم ها یا نرم افزار ها کار میکنیم، عملا پلتفرم هایی که بروکر های دیگه ممکنه در اختیار شما بذارن بسیار مشابه هستش، در چه در حوزه کریپتو، چه در حوزه استاک مارکت و چه در بازارهای مالی دیگه. امیدوار هستم که در این دوره بتونیم این مراحل رو با هم مرور بکنیم، به صورت هنزان اینها رو در زبان برنامه‌نویسی پایتون پیاده سازی بکنیم، بعضی از اینها رو فرام اسکرچ از پایه خودمون برنامه‌نویسی بکنیم، برای بعضی از موضوعات اون کتابخونه ها یا لایبرری هایی که موجود هستش رو یاد میگیریم که باهاشون کار بکنیم برای اینکه بتونیم سرعت ببخشیم به این فرآیند.
این در مجموع سیلابسی هستش که برای این دوره در نظر گرفته شده. همونطوری که عرض کردم این دوره برای 20 ساعت طراحی شده و یک سری متریال و به اصطلاح منابعی در کنار این دوره هم در اختیار شما قرار خواهند گرفت. امیدوار هستم شما رو به زودی در دوره معاملات الگوریتمی ببینم و بی‌صبرانه مشتاق هستم که بتونیم این مباحث رو با هم یاد بگیریم، پیاده سازی بکنیم و انشالله برای معاملات خودمون استفاده بکنیم.